وقتی با تو اجازه بیا به من در میزنی. بابا باش حرف بزن، راضیش کن برگه سر خونش دیگه. هزار بار بهش گفتم آقا تو رو خدا پاشو برو خونه، برو با زنت آشتی کن، قهر بده عیبه، بیا از این آبی گرم نمیشه، تو خود برو با پیمان صحبت کن. فردا زنگ میزن بچه ها رو از قول من دعوت کن رستوران. آشتی کنی یعنی؟ سگه رو گرفتی برای همین پس؟ چی شده چرا اینجوری میکنی؟ پیم دونم همه قشقریق به خاطر فقط گم شده این سگ باشه. نه به خاطر یه سگ نبود، اون سگ مثل بچه من بود، بچه که هیچ وقت نمیتونم داشته باشم. همشم به خاطر سهیل بود، به خاطر اون اتفاقی که سرم آورد. عصبانی شد، من هول داد، من عقب عقب رفتم، پهلوم خورد به میز. فکر میکنم که بعد از اون ضربه دیگه بچه‌م سخت شد. این چه کاری با من کردی؟ هدیه با تو هم هدیه کجایی؟ هدیه هدیه به امانتی هست که باید بهت بدم. این چیه؟ توی دندون لدی که باید کند و انداخت دور. اومده بودم بگم خسته شدم، میخوام برم و پشت سرم رو نگاه نکنم، اما حالا میمونم، کاری میکنم که به دست و پام بیافتی. حالا کارت به جایی رسیده آدم میفرستی من کتک بزنم؟ من موقع عصبانی بودم یه چیزی گفتم، هنوزم هستم، ولی دلیل نمیشه آدم بفرستم سراغه. راستی من امشب دارم شام بچه‌ها رو همرو دعوت میکنم رستوران، خوشحالم میکنین اگه تشریف بیارین دور هم باشی. فکر نمیکنم خانمتون از این دعوت خوشش بیاد. شما از زن من خبر ندارین؟ نه خیر، اتفاقی افتاده؟ ناپدید شده، ازش خبر ندارم. من اگه میگم دخالت نکن عزیزم، به خاطر اینکه دخالت تو باعث میشه زندگی پدر و مادر من از هم بپاشه. پیمان زنگ زد گفت همه تو رستوران منتظر ازش دیر برسی. نمیدونم آخه دو دلم، هنوز نمیدونم بیام نیام چیکار کنم. امشب خیلی شب خاصیه بر من، راستش گفتن این حرفا یکم بر من سخته. من امشب اینجا جلوی همه میخوام اعلام کنم که زندگی مشترک من و تو به پایان رسید. تا این ماجرا تموم نشده نمیخوام هیچ کس چیزی بدونه، پدر مادرم که اصلا نمیخوام بدونن. مهر منو میذارین اجرا، میخوام اینو بنازمش تو زندون. خندی و خندت مثل اون اولا نیست، اینجایی اما فکرت اصلا اینجا نیست. جوری غریبی میکنی با من که انگار حتی قیافم واسه تو آشنا نیست، حتی قیافم واسه تو آشنا نیست. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، آغوش آروم تو خیانوس من بود. تو تا همیشه توی قلبم موندگاری، واسه پشیمونی همیشه وقت داری. که تو رو از دست بدم کابوس من بود، که بین ما ها رو به هم زد، حالا دیگه هیچی میون ما دوتا نیست. من دست و پامو توی عشقت بستم و اون حتما مثل من توی عشق بی دست و پا نیست.
روز میگم با خودم مردم براش تا بعدا نپرسم از خودم هر روز چرا نیست این که تو رو از دست بدم کابوس من بود آغوش آروم تو اقیانوس من بود تو تا همیشه توی قلبم موندگاری پشیمونی همیشه وقت داری اون که تو رو از دست بدم کابوس من بود آغوش آروم تو اقیانوس من بود تموم لحظه های بی تو ناتمومه تصویر خنده هات همیشه رو آخه چه جوری میام؟ آره جمعه بنداشت چون بنداشت میام حتما تلفن شخصی شما تمامی نداره؟ عذر میخوام خواهرم بود کار واجب داشت البته خودش هم تماس گرفته فرقی نمیکنه که من به خاطر پول تلفن که نمیگم که بیا فکس کن به این شماره ای که اینجا نوشته فقط مطمئن شو که به دستش میرسه باشه باشه از بچه ها خبری نشد؟ نه فقط خانم برازنده اومدن توی اتاق مونتاژ سرخیز شدید؟ سلام سلام میخواستم بیام پیشت گفتن جلسه داری فکر کردم بعد اون ماجرا دیگه نمیای آره نمیخواستم بیام اما نظرم عوض شد میخوام به کارم ادامه بدم اگه تو مشکلی نداری چرا که نه خیلی هم خوبه حالا با این جدیت چیکار میکردی؟ توی این آگهی ها دنبال آموزشگاه برای یادگیری ویژوال میگشتم خودت گفته بودی من؟ آره آره یادمه به نظر سرحال نمیه چیزی شده؟ ذهنم درگیر ماجرای دیشبه مهمونی دیشب اتفاقی افتاده؟ مگه تو هم خبر داری؟ آره دیروز که زنگ زدم شرکت آقا سهیل دعوتم کرد گفتم نمیام فکر کردم که خب شاید پگاه نمیخواد من اونجا ببینه همون بهتر که نیومدی پسر کم عقل به جای آشتی کنون جشن طلاق را انداخته همه رو جمع کرده که بگی میخوام زنم رو طلاق بدم میخوان از هم جدا شن؟ بلش کن از واجه چه خبر دیگه بهت زنگ نزد؟ آقای شکیبا کارتون دارم سلام کجا این شما؟ صبح یک دو مرتبه زنگ زدم جواب ندادی سهیل دیشب چی زنگ گفت اتفاقی افتاده؟ هدیه کجاست؟ ببخشید زن شما سراغش از من میگیرین؟ جواب منو بده. پرسیدم هدیه کجاست؟ یعنی چی؟ من چه میدونم؟ دستتو بکش. ولش کن. حرکت نکن. حالمون چه شده؟ ولش کنین. ولش کنین. تمام زندگیمو برداشته رفته. میلیون میلیون سرم کلا گذاشته. اون با شماها شریکه. با تو رفقات اون خانواده مفنگی. حساب همتون رو میرسم تا قرون آخر پولم از حلقوم میشه. چرا چرت و پرت میگی مرد به فکر کراوات من نگاه کردی رفتی واسه من آدم آوردی نه آقا جون من حرمت موی سفیدتو دارم یه روز با زنت اومد اینجا گفتی من یک کلیپ میخوام ما هم واسه ساختیم عین قرار داد الانم آماده است میتونی ورداری بری گروتو گم کنی البته بعد از تصفیه حساب برو صحبت کن سیرابی برو گم شو بابا چرا متوجه نیستی ابله میگم دختر کلاهبرداری کرده رفته آدرسی تلفنی شماره چیزی بهم بدین تو نمیفهمی بهت گفتم من هیچی ازش ندارم آقا به ما ربطی نداره که نه من نه هیچ کدوم از این بچهای شرکت این خانمو نمیشناسیم شما برو همونجا که پیداش کردی دنبالش بگرد به ما چه ربطی داره باور نمی کنم باور نمی کنم شما با هم چیک و پوک داشتین پنهونی دیدم که میگم تا
فردا بهتون مهلت میدم. اگر پیداش کردین و خبرم دادین که هیچ، وگرنه با مامور میام اینجا. اگر الان گورتون رو گم کردین که هیچی، وگرنه خودم زنگ میزنم به پلیس. شما سکی اینجوری آدم نمیشین ها، باز دلت کتک میخواد. زر نزن بابا تو. بریم بچه‌ها، بریم. افکه بمونه محمود خان نمیذاره. الا این تویلا رو سر خراب کن. برو بابا، برو درم ببند. برید، برید سر کارتون. پیما بلند شو ببین دختر اومده با تو کار داره. شرکت نمیاد، خواهم میاد. شرکت چی اومده دم در خونه؟ پیما بلند شو ببین چی کار داره. پیما دورساس، بلند شو. بابا تو روحت بابا شوه. بعد وقتی گیر کردم تو برداشتم را دادم این تو دیگه. ای خونه زندگی نداری؟ درست که درست هست، هر کی میخواد باشه. چی میگی تو؟ این اینجا چیکار میکنه سر صبح؟ من اینجا نیستم آخه ما عشقم همه الان میان. چی رو داری میسوزونی؟ خونه رو بگن نکشی یا؟ من نیستم، پیمان اینجا. سلام، صبح بخیر. سلام. مرسی. برای چی اومدی اینجا سر صبحی؟ پادگان داری میری؟ ده صبح سر صبحه؟ نه با ده شد. سواسم رو فکرم شیش هفته صبح دیشب دو صبح نخوابیم بیار. داشته پیشنهاد من فکر میکرد خوابت نبا؟ نه خوش گرم، نه سویل داشت تا صبح عر میزد نتونستم بخوابم. تفله. خب چی شد؟ کی قرار بذاریم؟ الان واسه همین اومدی تا اینجا. خب اینو پشت تلفن میپرسیدی بهت میگفتم. اگر در جریان نیستین تلفنتون خاموشه. آره خاموشه. شبا خاموش میکنم تا صبح هی پشت سرم مزاحم دارم. سایل بالاست؟ آره هست، منتها میگه بگو نیستم. پگاه رفته پیش وکیلش که مهریهشو بذاره اجرا، میخواد بندازش زندان. خوب کرده. آخ داشت گوش میداد، سری تا اینو گفتم بودش. داستان داریم، به منم گفت نگم و من گفتم میگه. بگا سلام. آفرین به غیرتت، باید همین کارو باش بکنی. به خدا باید ادبش کردی. چه کار زشتی بود کرد توی رستوران؟ بیا حالا ببریم توی یه چیزی بخور. پاشو. اگه این پیش تو نیست چرا هست؟ پا چرا میگی من بیام بالا؟ تعارف کردم. یه پدری من ازش درارم. با من خودم هم شوکیم. به جون پگاه از موقعی که اومده خیر و برکت از زندگی من رفته بیرون. نه کسی میره نه کسی میاد. یعنی اصلا به نفع همه از هر چیز زودتر کاری زندانش حل بشه. اول همه به نفع منه. باور چرت و پرت نگو. برو اینو بهش بگو. جدی گفتم. من میگم چرت و پرت نمیگم، جدی دارم میگم. درستم البته گفت، همه رو شنید دیگه. فالگوش واسطه بود پای آیفون همه رو شنید. باز من بهش میگم، تاکید میکنم. درستم. بیا بشین بریم. بیا بشین برو. فعلا. پس بی زحمت تلفن تو روشن کن، زنگ بزن. آره روشنش میکنم. غلط کرده مرتکی عوضی. به ما چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ رضا خونسردی تو حفظ کن، منو پیمان رو میمشد کرد. چه خبره؟ اومدیم. آدم اینجا زندگی میکنه، چه خبرته؟ گوزه بالا گوزه. بعد وقتی خودم کم بود و گندی که صفتی رو تونم جمع کنم. پیمان الان اصلا این موجوده به من چه ربطی داره؟ من اصلا در جریان نیستم چه گند و که صفتی.
پیر مرد شوهر هدیه بلند شده رفته با دوتا قلچماق رضا رو مفصل شرکت کتک زده. بر چی این کار کرده؟ میگه که زنش پولا رو برداشته رفته فکر میکنه ما هم همه هم دستشیم. بودو برو بپوش بعد بریم. بودو عجب این دختره بزنی میکنه مرد سر یه چیزی بخورم هممون گیره بدبختی میکشیم دست تو داریم میکشیم دست من میکشیم به من چه ربطی داره مرد حسابی نشستی خودتون با هم دیگه دیدینش دیگه چرا قرارداد بستی چرا پول گرفتی چرا قبول کردی چطور اون موقع من پول آوردم تو دفتر شما رو ورشکستگی نشون دادم نگفتین آقا متشکرم در ضمن آقای عزیز زنت مهریه رو گذاشته اجرا میخواد بکنه تو زندون شنیدی دیگه بله شنیدم کریمی ترسم به کریم میرم دین دفعه التماس میکنم آه نه بابا زبر شدی قبلا موش بودی خبریه منم دارم به چک میکنم آه آقا پیمان مرسی که نگفتی من اینجا آقا عدن هم در رفت درستا رو میبینم اصلا همه چیو میگم شایدم و درستا خیلی چیکو پوک میکنی فکر نکن ندیدم اینم از همون قماشا دوست داشتم میخواستی معرفیش نکنی بعدا نگی نگفتی پیمان به جمع رضا منتظره میگم ببینم میتونی یه ردی از این فرزاد فرزین بگیری شاید از دختر خبر داشته باشه سرویس بکنم بریم این چیه بده من ببینم آقا شکم خالی دست خالی کتک میخوریم بریم نکن چند نفرم نگفتی چند نفرم چی چند نفرم بده بابا جان من پس درگیر نمیشم بیا برو درگیر نمیشم مملکت قانون داره کجا؟ شلوغش نکن بابا رفتن رضا اوکی همه چی خوبه؟ خوبه زدنه؟ بی خود کردم اگه میتونم بزنم باری شر دومادمونو آفر شانس که نداریم همه چی سر کاری بود همه چی دختره تو زرد از آب در اومد مثل اینکه کلاه همونو برداشت و زده به چاک اصلا جدیدا همه دخترها تقریبا دارن تو زرد از آب این اونو تو گذاشت تو کاسه ما دیگه نه من خودم هم همه چیم ریخته به هم به جان تو من یه عالمه با این دختره قرار مدار کاری گذاشتم. همین یه قراری گذاشتم واسه هفت پشتمون بسته. بیزینس میزینس. قرار مدار کاری گذاشتم. چه قراری پیمان؟ نمیتونم بگم سوج. خب پس احتمالا به زنگ میزنه. آره. آره نه تماس میگیره. بعد رضا از کجا معلوم فرار کرده؟ ممکنه پیرمرد اشتباه کرده باشه. امیدوارم که اینجوری باشه. ولی ما که نمیتونیم اینجوری وایسیم. باید بریم بگردیم پیداش کنیم. تو نتونستی ردی این فرزاد فرزین بزنی؟ آره چرا این میزنی تو شکمم سوالم بکنی جواب میدم خب بگو پیدا کردم آره گفتن آقا تو یه کافی شاپ توی میرداماد گیتار میزنه خیلی خب بریم سراغش دیگه بریم دیگه شاید اون بدونه دختره کجاست خب پس شما دوتا بریم من میمونم شرکت دیگه یکی اون بمونه شرکت باشه تو بمون نه 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 بیا من میرم تو چیز کن من میمونم شما بریم بیا بریم بیا بریم دیوونه بزن بیا بگیم بزن سلام خوبی؟ سلام خوبی سلام چطوری؟ خوبه من خدا رو شکر که آقا رضا اینجا بود این چی؟ آخ اینو پیمانه مهمانی چطور بود؟ خوب بود حتما به گوشتون رسیدی متاسفم من زنگ زدم که از شما راهنمایی بگیرم نه خیر نه من میخوام مهریه تقسیط بشه صد و ده تا سکه بعد اول بدم اتما خب این درخواست عسر و حرج چیه؟ اجازه بفرمایید من میخوام فقط بدونم آیا این خانم میتونه تا روز تشکیل دادگاه حکم جلب منو بگیره یا نه؟ خیر نه خیر نه آقا رفته حساب بانکی منم مسدود کرده بله باشه نه دیگه راه دیگه نداره دیگه خیلی من مرسی خداحافظ بفرمایید خیلی ممنون چی هست؟ بابونه برای آرامش خوبه با چقدرم احتیاج دارم خیلی ممنونم مرسی در مورد مهمونی دیشب آقا رضا به هم گفت چی شده خوشحالم که اونجا نبودم آره مهریه‌اش رفته گذاشته اجرا تصفانه و پرداخت کنم
داشتم با وکیل حرف میزنم برای شرط قسمندیش. میدونی بزرگترین دروغ دنیا چیه؟ نه چیه؟ کی مهریه رو داده کی گرفته. اون موقع که هیجان داشتی و رفتی خواستگاری باید تعهدی میدادی که میتونستی بهش عمل کنی تا این اتفاقات برات نیفته. هیچ کس ازدواج نمیکنه که طلاق بگیره. من خیلی عاشق پگا بودم. آدم عاشق چونه نمیزنه، با قلبش معامله میکنه. من نمیفهم شما زنها چرا اینجورین. خانم برزنده، من هیچ زنی رو نمیشناسم که مهریهش رو نگرفته باشه. اشتباه میکنی. خیلی زن و شبیه هم نیستن. زنها هستن که یه عمر کتک میخورن، توهین میشنون، خیانت میشه بهشون، اما میمونن، میستن پای زندگیشون چون عاشقه. بله قبول دارم، قبول دارم اونام هستن. شما مهریتون نگرفتین؟ گرفتم، چون حقم بود. چی بود؟ حقم بود. حقتون. بله، من نمیدونم چرا همه جا صحبت از تساوی حقوق زن و مرد میکنید، بعد نوبت ما که میشه حق و مهریه و ایناست. ببخشید میپرسم. نمیدونی وقتی زن و مرد جدا میشن اونی که بیشتر اذیت میشه زنه، چون همه یه چشم دیگه بهش نگاه میکنن. نمیتونه کار پیدا کنه، نمیتونه یه جایی رو بگیره که زندگی کنه. خیلی شرط براش سخت میشه. میدونی چرا؟ چون حقوقشون یکی نیست. درست میگی، من درک میکنم، چون الان منم شرایط مشابه دارم. منم باید بگردم دنبال خونه دیگه. ببخشید فضولی میکنم، چرا نمیری با پدر مادرت زندگی کنی؟ برای اینکه شرایط مالی خانواده ما خیلی مناسب نیست. من نمیخوام جاشون رو تنگ کنم، نمیخوام وارد این ماجرام بکنمش. من اگه جای پگا بودم هیچ وقت همچین مرد خانواده دوستی رو از دست نمیدادم. اونی باید تا تش بخوریم. بله خیلی ممنون، مرسی. بخشت. کار خیلی خوب شده. خیلی میگی؟ آره. من دودش گوش کردم که خیلی قشنگ بود. نه با حال شده، حالا میکس شد کامل، میانم گوش بدیم. یه کار دیگه هم جدید زدیم که اونم تو همون حال هوای همون کار قبلی است. سلام آقای فرزین، میتونم با تون عکس بگیرم؟ بله بفرم. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. مرسی. سلام آقای فرزین. مرو چه سفید مفید کردین، بهتون میاد. عوض میخوام ببخشید، اگه اجازه بدین من وسط یه جلسه کاری هستم، تشریف داشته باشین میام خدمتتون واسه عکس. چی بابا؟ ما رو واقعا نشناختی یعنی شما؟ بعد میشناختمتون. یعنی چی مرده اسمنگ میشه نشناسی؟ این دیگه چه مدلشه؟ عرض کردم خدمتتون که متوجه نمیشم راجع به چه مسئله‌ای صحبت می‌کنین. ببخشید. چیزی زندگی. بله. پیمان آقای محترم، یه موقع مؤدب صحبت کنه. نه این که حرف بدی نیست، همه یه چیزایی میزنم اون تو. الان شما چیزی زدی ما رو یاد نمیاد. عرض کردم که نمیشناسمتون. درسته. خیلی خوب، شما ما رو نمیشناسین، فقط بگین هدیه کجاست. اونو که دیگه میشناسین. هدیه کیه؟ ای بابا، همونیه که شما واسه عروسیش اومدی آواز خوندی، کلیپ ساختیم برات. کی من؟ شما دیگه. من فرزاد فرزین هستم، تا حالا هم تو هیچ کلیپ عروسی نخوندم. پس آلزایمر گرفتین، حالا فراموشی گرفتین حتما. مرد حسابی، ما 4 روزی که از شمال اومدیم با هم بودیم، چطور یادت نمیاد؟ نمیشناسم. الان باید چیکار بکنم؟ ببین آقای فرزین، من اصلا دلیل این کارهای تو رو نمیدونم. شاید کسر شأنت میشه، یا مثلا فکر میکنی برای حسن شهرتت خوب نیست. ولی ما تو رو خوب میشناسیم. محمود امروز اومده بود شرکت، میگفت فدیه سرش کلا گذاشته. بعدش هم دعوا مرافع راه انداخت، گفت شما باهاش همدستین. یعنی ما و شما. ما و شما. بله. پس بهتره بگی دختره کجاست. بازی در نیار. قضیه جدیه ها. تموم شد؟ شما فکر کن تموم شد. آقا من به چه زبونی خدمتتون عرض کنم؟ من نه هدیه میشناسم نه محمود. مرد سرویسی که تو حرف حساب حالیت نمیشه. آقا نکن دارم حرف میزنم. یه دقیقه برای جمال شما. بفرمایید. دو روزم دارم حرف میزنم، گوش بده دیگه. 4 روز پیش ما از شمال برگشتیم. شما اون وسط آواز خوندی. من خودم فیلم برداری کردم. عکس و فیلمت موجوده. چی میگی؟ آقای محترم، من 15 روز کیش بودم، 2 روز تازه اومدم تهران. 2 تا هم کنسرت داشتم توی کیش. تمام عکس‌ها و فیلم‌هاش هم تو سایت هست. بفرمایید برید مشاهده بکنید.
مطمئنا متوجه میشید. ببخشید من الان وسط یه جلسه هستم، اگه میشه اجازه بدین که مرخص بشم. بله بفهم. شما برزنده قرص سردرد نداری؟ من خیلی اوضاعم خرابه. ژلوفن دارم، ببخشید اسمش یادم. خواهش میکنم میارم. لطف میکنید. مرسی. سامرک چی شد؟ سلام. گاومون زاییده. طرف اصلا هاشا کرد که با ما اومده شمال. یه جوری برخورد کرد که اصلا انگار ما رو نمیشناسه. یعنی چی؟ من خودش نبوده؟ چرا با خود انترش بود؟ بیا حالا حرف میزنیم. خیر سرمون رفتیم شما پول در بیارین، بوز آوردیم. خیر خب الان قهر نخور. همه این آتیشو از گور این پیمان بلند میشه. تو هم علکی حمایتش کردی. آقا رضایی قرارداد بستیم. هر ستامون زیرش رو امضا کردیم. کردیم یا نکردیم؟ اون موقع فکر میکردیم پول بیشتری قرار گیرمون بیاد. حالا هم که مشکل خوردیم هر سه به پای ضررش واسیم. حواست کجاست؟ ما هنوز قسط آخرمون رو نگرفتیم. میدونم. این همه بدبختی کشیدیم، زحمت کشیدیم رفتیم شمال که آخرش چی بشه؟ تو پگاه از هم جدا بشین؟ الان این چه ربطی به طلاق من و پگاه داره رضا؟ آخه از کی تا حالا رسم بده بعد از مهمونی شام طلاق سرو کنن؟ مثلا خواستی بگی خیلی متفاوتی؟ خیلی آدم خاصی هستی؟ نه به خدا. حرمت و شخصیت زن تو جوره همه لک کردی. اون موقع انتظار داری اون به تو احترام بذاره؟ بابا خیلی باحالی. رضا من میتونم خواهش کنم مسائل شخصی منو داخل مسائل کاریمون نکنین. خب این مسائل شخصیه، پس چرا پای ما رو کشیدی وسط؟ ما رو چرا خواستی بیایم اونجا؟ مسائل شخصی آدم شخصی میگه سوهل جان. یواشکی شیپور ور نمیداره دادار و دودور را بندازه که جل همه. هی هم حالا من به تو میگم آقا ساکت، آقا آروم، سوهل جان، آقا سوهل، انگار نه انگار که مشورتی میکنه آدم. تو فکر میکنی من الان حال و روز خوشی دارم؟ حتی من بچه نیستم رضا. من نصیحت میکنی؟ نصیحت نمیکنم سوهل جان، دلم میسوزه. قربونت برم. ببخش. دلم میسوزه. رضا چیه؟ من کم پول لازم دارم. 110 میلیون. یه هفته بیشتر وقت ندارم براش و اینا میرم زندان. اون موقع ورده ناشتا میدادی باید فکر اینجاش هم میکردی. تو وضع شرکت رو نمیبینی؟ میدونم. 110 میلیون من کجا بوده؟ قرض میخوام. وام بهرش رو میدم. میگه من نزول خورم؟ اه این چه حرفیه تو میزنی؟ گفتم نزول خوری مگه؟ میگم کسی رو میشناسی، رفیقی، دوستی، آشنایی، بهره پولش رو میدم. نه آقا جون، اینه کسافت کاریه. تو هم این پولا نگیر. اگه قرار بری زندان برو، ولی این پولا نگیر. خیلی بهش بگو هر جوری هست این انجام بده برام بد میشه. کم و کسری نیست آقای فرزین. مرسی، همه چی عالی، دست درد نکشید. اینم صورت حساب شما. ببخشید محمد جان. بله اصلا. در ضمن بابت این کلیپ جدیدتون رو بهتون تبریک عرض میکنم. مثل همیشه قشنگ و شنیدنی. کلیپ جدید؟ من جدیدن کلیپ ندادم. چرا آقا؟ تو فضای مجازی تلگرام، ماهواره، اصلا همه جا داره پخش میشه. قوقا کرده. مطمئن اشتباه نمی‌کنی؟ از ماهواره خودتون دیدین از ماهواره داره پخش میشه؟ بله آقا، اصلا کلیپشو دارم. من میرم خدمتتون ببینید. بله همینه، بفرمایید. حالا دیگه عروسی همین دختر جوانه با این پیرمرده خودتون میخونید. فقط ببخشید اینی که از ماهواره پخش میشه واسه تون دردسر نمیشه؟ چرا عزیزم، اگر که کلیپ خود من باشه که برام دردسر میشه. تو من که کلیپی ندادم. این نمیدونم کلیپ مگه میشه؟ چون شبیه توه. فرضت گرفتی ما رو خودتی که. مگه من با تو شوخی دارم؟ یعنی من خودم نمیدونم چی خوندم چی نخوندم؟ این من نیستم که.
میگه که شبیه من داره عدمو در میاره. آها اون دو نفری که اومده بودن داشتن شلوغ میکردن راجع به کلیپ و عروسی و میگفتن تو شمال کلیپ کار کرد. این قطعا یه ربطی به این داره احمد. راست میگه، یه ربطی به این داره. همونا ببین هرکی هست داره واسط پاپوش درست میکنه، دشمنی باید داره. نگاه کن چقدرم شبیه احمد جان. جان اینجا اسم شرکت سازنده رو زده. بله اینو یادداشت بکن. خب باید ازشون شکایت بکنی. باشه همین امروز. باشه روز عزیز لطف میکنی اینو برای من بفرستی؟ بله چشم. احمد جان جانم فقط یه زنگ بزن به شهاب ویدیو رو براش بفرست. خب بگو پاشو بره دفتر موسیقی بگه یه نفر با صدا و قیافه من داره خوشو میزنه جای فرض و فرزین. اگه لازم شد خود منم بیام. باشه حتما میگه. علی حالا خیلی شبیه تو، چجوری میخوای ثابت کنی که تو نیستی؟ نمیدونم والا گرفتار شدیم به خودم. آقای فرزاد فرزین قلابی کجایی؟ کجا هستی شما؟ دختره کجاست؟ خودم دختره. هدیه؟ هدیه کی برده؟ هدیه کیه؟ یه هفته تو ویلای من خوردی خوابیدی تازه بگی هدیه کیه؟ اشتباه گرفتی پدر جان. گوش کن 500 میلیون میگی پدر جان آفز بفرست. اجازه بده ببینم. مراقب باش. صبر کن صبر کن صبر کن ببینم. عزیزم گوش کن. ولش کن وحید. وحید باش ولش کن. چک 500 میلیون دستش دارم از حلقوم تو میکشم بیرون. عزیزم من خودم شاکی ام دیدم اون فیلمو. بیاین بریم دادگاه. دادگاه اونجا صبر کن ببینم کجا داری میری. بچه‌ها بس دیگه پوست نکنی. بابا حاجی چرا دختر مدلا نمیاد باش بازی کنیم؟ میاد گله میاد اونم بالاخره یه روز بر میگرده به خونش. علکی نگو دیگه پس که میاد باش بازی کنیم. علکی چیه بابا جون؟ میاد نه هانیه بابا اومد. سلام بابایی. سلام عزیزای من. جام ای جون بیا با نه نزیشا بر بده به عزیز بری تو. مامان جون سلام علیکم آجا آقای نه ابو حسین خوش اومدی. اسیر بچه‌ها شدین امشب. بابا چه اسارتی. میخوام شما تشریف ببرین داخل من باغش انجام بدم. نه نمیخوام. دور و بالای خستگی در کن من میام. تعارف می‌کنی؟ چه تعارفی؟ باش. یه چند تا طرح تبلیغاتی واسه انتخاباته. می‌خوام شما هم روش نظر بدید. تو توی نفسی تازه بکنی منم اومدم. برو. بیا. اینم یه شیر بلال برشته شده خدمت آقا. دست شما درد نکنه. بلال بخوریم یا شرمندگی آقا شکیبا؟ سلام آج خانم. سلام مادر. سلام به روی ماهه. خیلی مخلصی. ممنون شیر نیا بردی. این حرفا چیه؟ حاج آقا جانه. حاج آقا تلفن با شما کار داره. چی هست؟ نوشته حاج خانم. حاج خانم این خاج خانم کریمیه از خیرین مسجده. این خدمت شما. شما هم برو تو سر ده. دست درد نکنه. سلام علیکم خاج خانم. احوال شریف خانم خوبه؟ نمیتونین حرف بزنین؟ اتفاقا امروز مهراب و فرستاده بودن مسجد اون مبلغی رو که وعده کرده بودن برسونه خدمتتون، ولی خب متاسفانه تشریف نداشتن. من که راضی نیستم حقم اون یکی دیگه بخوره. ببین زرنگی زیاد مایه جوون مرگیه. این همه پرپای من نپیچ. اتفاقا برای همین زنگ زدم، میخوام پیشنهاد تو قبول کنم. اون چک میشه مال من، زندگیت میشه مال خودت، منم میرم برای همیشه. روز خوردن که دیده بودم ولی نماز خوندن تو نه. انتظار داری باور بکنم این چرخش بی هوا رو؟ ها؟ چرخش نیست حاجی، زور شما میچربه، منم که زنم و کم زور. باشه اگه سرت به سنگ خورده و کفگیر تهدید بیا بگیر، اما قبلش ساکتو بذار دم دست معطل نشه. بس رفتن. باشه فردا هماهنگ میکنم.
آقا سهیل، آقا سهیل، یه دقیقه میای. جانم سردرتون بهتره؟ سردرد که نیست، سرگیجه از انگار نشستم رو چرخ فرک، همینطوری دارم میچرخ. به قول خودتون زندگی اینه کیسه باکس میمونه، باید دووم بیاری. آره، ولی این دفعه انقدر ضربه مهلکه که احساس میکنم دیگه دارم ناکاوت میشم. میخوام این چیزی بهت بگم، میخوام بهت پول قرض بدم. تو 110 میلیون پول لازم داری، حالا این مهریه پگاه یا هر چیز دیگه‌ای که به من ربطی نداره، که به خاطر اون ممکنه بیفتی زندان. من میخوام این پولو بهت بدم که نیفتی زندان. از کجا میدونی 110 میلیونه؟ میدونم دیگه. خیلی هم ممنون. این پولو از کجا آوردین؟ مهریت، مهریت چه بامزه. تو داری مهریت رو میدی به من که من این مهریه رو بدم به اون. بعد چرا داری این کار میکنی؟ نمیدونم، شاید یه زمانی منم این تو زندگی کردم، توی باطلاقی افتاده بودم که یه بعد غرق میشدم یا خودم کشیدم بیرون. من خودم رو نجات دادم، دلم میخواد تو رو نجات. من شاید تا مدت ها نتونم این لطف تو رو جبران کنم، کسی رو ندارم که ضمانتم بکنم. میدونم، خودم میشم ضامنت. الکی. ببین، تو آدم خوبی هستی ولی لیاقتت خیلی بهتر از این هست. خیلی هم من باشست. آقا سهیل جان. بله. مگه نمیخوای بری خونه پیمان؟ چرا، ولی قبلش یه جای کار دارم. بله. چطور مگه؟ ببین یه چیزی یادم رفت بهت بگم، گفتی دنبال خونه میخوای بگردی، میتونی بیای خونه من. بخش فکر کنم من خیلی منظورتون متوجه نمیشم کلا. ببین، من میخوام از اون خونه بلند شم، بعد صاحب خونه سپرده به یه بونگایی، میتونی با اون هماهنگ کنی بیای اونجا رو ببین، اگه خوشت اومد خب بیا اونجا دیگه. شما خودتون چی کار میکنین؟ من میخوام از اونجا بلند شم، دنبال یه خونه دیگه یه جوری دیگه میگردم. معذرت میخوام بپرسم چقدر پول پیش و اجاره میدین اونجا؟ 70 میلیون پیش مای دونی. پس بمونید همونجا فکر کنم. من شرایط منو که میدونید که. نگران نباش. ببین، تو 110 میلیون من بهت قرض دادم، این پول پیش خونم میمونه، میاد روی این. هر وقت قرار بود اونو برگردونی همه رو یه جا با هم برگردون. چرا دارین این کار میکنی؟ خودم هم نمیدونم. ببینم، اگه جایی میخوای بری بیا، من تا یه جایی برسونمت. ریحانه جانم بیا، الان تموم میشه. حالا برش کن یه دقیقه. بیا. میگم میام دیگه، چیه سرد میشه؟ اومد جانم. دلم میخواستی بهترش رو برات بگیرم، ولی خب ببخشید دیگه. به چه مناسبت؟ خب من یه ببخشید بهت بدهکار بودم، تو این مدت خیلی اذیت شدی. ببین خوشت میاد؟ چقدر خوشگله رضا، خیلی خوشگله. تو خدا چه سلیقه‌ای داری. خوشحالم کردی خیلی. یا اون لیت ای گودر
I got the holy time. You go back to her. I go back to black. الو، آمدی هستم. خواستم بگم دو ماه دیگه سر ساله. اگه میخوای بشینی یه زنگ بزن، قرار بذاری داری بونگو حل بزن. اگرم به همه دافت پیغام میذاره زنگ بزنه، آمدی به ما. الو، پیمان جان. سلام مادر. خوبی؟ چند بار زنگ زدم، گوشی تو جواب نمیدی. دوست ندارم. دلم نمیدی. بشیش کنم تونه. جواب درست حسابی به هم نمیده. آخه این چه کینه نفرتی تمومی نداره؟ خوبی دروازه؟ ازدواج کردم توشمان به خاطر این بود که نمیخواستم. چی میگی بابا؟ همه شرفه تکراری. ولی من این حرفا رو نزدم به خاطر اینکه خواهش میکنم دیگه ادامه نده. هرچی بود تموم شد. دیگه نمیخوام راجبش حرف بزنم. دیگه راجبش حرف نزد. ولی کلن لازم زن و شوهر با هم صحبت کنن. اینجوری دیگه مشکلاتشون هم رو هم تلمبار نمیشه. الو سلام، خوبم، مرسی. بله کیه ماما؟ دایی پیمانه. بابا دایی پیمان با شما تار داره. بده بابا. نه نمیدم. اول یه بوس. قربونت دارم. بده من. الو چطوری پیمان؟ چی؟ چطوری؟ مگه میشه؟ کدوم شبکه؟ بابایی یه دقیقه صبر کن بابا. چی شده؟ یعنی چی؟ کی اینو فرستاده اون ور؟ این مگه خصوصی نبود؟ مگه مال عروسی نبود فقط؟ میگم کی اینو فرستاده اون ور پیمان؟ پس تو چی میدونی آخه؟ ببین آرم شرکتتون هم زیرش خورده ها. بله رضا از کلانتری اومدن با تو کار دارن. چی؟ یه لحظه لطفا. خوشگل خانم، میتونی بلند شی. خدا رو شکر حال بچت خوبه. فقط میمونه قند دوران باردارید که باید حسابی مراقبت بکنی. از این بیشتر خانم دکتر، من دوتا شکم قبلی مثلا اینطوری نبودم. الان همش دست و پام پی سوزن سوزن میشه، کرخه. هیچ قرص و دوایی نیومده براش. علائمی که بر من داری تعریف میکنی برای یکی دو ماه آخر بارداری کاملا طبیعیه. سوزش معده‌م داری، سر معده‌ت میسوزه. تا دلتون بخواد شب تا صبح خوابم نمیبره. خیلی غذاهای ادویه دار، غذایی که چربن، سرخ شدن مطلقا ممنوع. نوشیدنی‌های گازدارونه که کافئین داره رو اصلا نمیخوری. مراقبت میکنی از خودت. شوهرت کمکت میکنه؟ عزیزم شوهرت کمکت میکنه؟ بعد هشت ماه میگه بچه رو نمیخواد، میگه ردش کنیم بره. یعنی چی ردش کنیم بره؟ مگه اسباب خون است که ردش کنی بره؟ علی رضا بیچاره مرد خوشقلبیه،
این بچه سوم هم نمیخواست، اینقدر من اصرار کردم دیگه بیچاره مجبور شد قبول کنه، ولی خدا نگذره از اونهایی که از کار بیکارش کردن، اصلا انگار یکی دیگه شده. کار شوهر چی بوده؟ حسابدار یه شرکت دولتی بود، بعد 10 سال کار 22 میلیون اختلاف حساب پیدا کرد. یعنی کلا برداری کرده؟ نه نه، خدا سرشاهده براش پاپوش درست کردن، وگرنه علیرضا بیچاره یه دونه یک قرونی این ور اون ور نکرده، هرون حلال سرش میشه، میگه من نمیتونم این پولا رو بیارم سر سفره زن و بچه‌ام. بیچاره حتی حاضر شد چه میدونم هزار جور قرض قوله کنه، از این ور اون ور بزنه بیاره پول بذاره سر جاش تا اخراجش نکنن، اما بیوجدان‌ها قبول نکردن، برای اینکه اون مدیره میخواست یکی از فامیلای خودشونو بیاره بذاره سر جاش. شانس که نداریم خانم دکتر، این همه دوزی میشه، کلون کلون کلاهبرداری میشه، آب از آب تکون نمیخوره، ولی این شوهر بنده خدای من بیچاره به خاطر گناه نکرده باید بیفته گوشه خونه از کار بیکار بشه، این انصافه خانم دکتر؟ نه انصاف که نیست، ولی اینم انصاف نیست که شما میخواییم بچه رو به کسی بدین. چاره چیه خانم دکتر؟ چی کار باید بکنیم؟ شما بفرمایید. علیرضا بنده خدا به هر دری میزنه کار پیدا نمیکنه. الانم که از اینا خیلی بالاست. از شما چه بنم؟ خدا من چند جلسه آخری که اومدم پیشتون پول ویزیت هم نداشتم بدم. حلقه رو مجبور شدم بفروشم. ما دو تا بچه دیگه هم داریم، بعد شکم اونا رو سیر کنیم. این سومی هم که دیگه شده قوز بالا قوز. این بچه الان زنده است. خب؟ تو حسش میکنی، بزرگش داری میکنی، صدا تو میشنوه ها، میفهمه داری چی میگی. انصاف نیست واقعا این حرفا رو بزنی. تو واقعا چطور دلت میاد بعد از این همه مدت بخوای بچه تو بفروشی به کسی؟ بفروشیم؟ نه نه، ما نمیخوایم بفروشیمش، که فقط علیرضا میگه بدیمش به یه خانواده‌ای که بچه نداشته باشن، بتونن پس هزینه هاشم بر میان، و یعنی بچه‌م پاره تن منه، به خدا جیگرم خونه، شما خودت زنی، حتما مادرم هستی، درک میکنی من چی دارم میگم، من چطور میتونم بچه‌مو بفروشم؟ برحال قسمتش هرچی باشه همون میشه. یعنی چی قسمتش؟ مگه خودش خواسته به دنیا بیاد که حالا همه چی رو حوالی میدی به قسمتش؟ تو میدونی تو این شهر، تو این کشور، تو این دنیای لعنتی چند نفر آرزوشون جای تو باشن؟ میدونی یا نمیدونی؟ میدونی چقدر زندگی به خاطر یه بچه داره نابود میشه؟ اه پول ندارین، شوهرت بیکار شده، شام و نهار ندارین، گشنه میخوابین، هرچی، به اون بچه چه ربطی داره؟ غیرت که دارین، شرف که دارین، انسانیت که دارین، پدر مادر که هستین، که اون بچه حق داره مادر پدر داشته باشه، حق زندگی داره، حق حیاتشو که نمیتونین بگیرین ازش. اینقدر یه آدم خودخواه. خدا منو بکشه خانم دکتر، به خود من نمیخواستم اینجوری شما رو عصبانی کنم، ناراحت کنم، من همینجوری یه چیزی گفتم، اصلا لال کاش میشدم هیچ حرفی نمیزدم، شما که خودتون الان دیدین، گفتیم بچه حالش خوبه، اون پشت گفتیم به من یه درد دل کردم، ببخشید. خانم دکتر چی شده؟ هیچی نشده، برو بیرون. آخه این سرصدا. برو بیرون. بشین خانم. نه با اجازتون من دیگه مرخص شم، شما الان خسته این ناراحتی من خانم در... بفرمایین بشینین لطفا. چشم. تو باید این بچه رو به دنیا بیاری، خب؟ خودم هم برات به دنیاش میارم، باشه؟ هرچی هم مخارجش خودم پولشو میدم، نمیخواد شما هیچ پولی بدید. دست شما درد نکنه، ولی باور کنیم من این چیزها رو نگفتم که شما بخواین اینطوری بگین. ما درسته که سفرمون کوچیکه، اما قلبمون بزرگه، من نمیخوام شما انقدر تو زحمت بیافتیم. گفتی شوهرت حساب داره؟ خیلی خوب. من پدرم یه شرکت ساختمونی داره، بهش سفارش میکنم شوهرت بره پیشش کار کنه. خب دیگه هم اینقدر ناشکری نکنی ها عزیزم. ببخش من یه ذره عصبانی شدم، یه کمی داد زدم، تو به دل نگیر، معذرت بخوام. خواهش بکنم، خدا ببخشه.
دستشون رو فرد نکنه. سلام. سلام. حمام نکردی؟ بله. سن بیام تو. چی میخوای؟ حرفتو بزن زود برو. کارهای مهمتر از تو دارم. پیغامتو گرفتم. دیگه لازم نیبری دادگاه شکایت کنی. میدم مهریه. 110 میلیونشو نقد میدم، بقیهش هم قسطی طبق قانون. چه؟ گنج پیدا کردی؟ یه بانک زدی؟ آخه تو یه لاغبای پاپتی رو چه به این حرفا؟ آویزون. باش، زخرف بگو. دیگه خودتو حرفات پشیزی واسه من ارزش نداری. مهرتو میخوای میدم دیگه، این حرفات چی؟ بده، همین الان بده. زود باش. میریم محضر، همه چی قانونی. چه خبره؟ نایده بودم این رو تو. آفرین، مرد شدی. میدونی که من خیلی تلاش کردم این رابطه صمیمانه و دوستانه تموم بشه. تو با رفتار بچگانت گند زدی به آبرو جفتم. پیغام پسخام میفرستی؟ پیغام دادم چون اونقدر شعور دارم که تو رو غافل گیرت نکنم. اون نمایشه که دیشب رو انداختی چی بود؟ ها؟ خواستی چی رو ثابت کنی؟ خواستی من تأخیر کنی؟ تو وقتی عشق من و زندگی من و بچه من رو گرفتی، منو تغییر کردی. چته دیگه چی میخوای؟ خوب میدونی که اون یه حادثه بود، پس انقدر تکرارش نکن. حادثه بود. سلام. سلام بخشم. تو خوبی؟ برو پیشش بکنم، خیلی بهت احتیاج داره. سر ببین، پگاه سایه رو نمیخواد. امضا اومدم شرکت بهت بدمش، فعلا موقت گذاشتم پیش یکی از دوستام تا تکلیفش معلوم شه. من این سر بهش بده کار بنام مجبورم. بله جونم پیما، داری شوخی میکنی؟ گرفتنش؟ کجایی؟ باش اومدم آدم، ببخشید من ببرم. سهیل چی شد؟ چی شده؟ نمیدونم. آه چیه درسا؟ نمیدونم، یهو تلفنش زنگ زد، فکرم پیمان بود، گفت یکی گرفتن، جواب منم نداد رفت. مریضی که ندارم من؟ یه قهوه به من بده. چش. چی میخوری تو؟ هیچی نمیخوام. ببش. اینجا چی کار داشت؟ چه میدونم بابا اومد یه ماش چرت و پرت گفت رفت. یعنی چی؟ عوض شده. اصلا یکی دیگه شده. حرفاش، رفتارش، همه چیش. زمین تا آسمون فرق کرد. تا دیروز دماغش نمیتونست بالا بکشه. پول بنزین ماشین من میدم. نگو. حالا پاش اومده به من میگه مهریتو میدم. مهریه‌مو میدی؟ چجوری میخوای مهریه منو بدی؟ با عقل جور در میاد تو مهریه منو بده؟ بابا مرد غرور داره، میخواد ثابت کنه حرفایی که تو میزنی نیست، میخواد بلوف بزنه، بگو داری بده. اصلا این حرفا نیست، چه میفهمی این چیزا رو؟ یکی داره به این مشاوره میده، یکی هم بهش نزدیکتره. نمیدونه داره بدبختش میکنه، بیچارش میکنه. من یه سهیلی بسازم، یه سهیلی من بسازم. نگاه چی؟ بگو دیگه. فکر کنم من میدونم کی داره بهش مشاوره میده. کی داره بهش مشاوره میده؟ نمیدونم، اصلا شاید دارم اشتباه میکنم. بگو دیگه. خب حالا نمیدونم، امروز که رفتم دم شرکت سگو بهش بدم، از در شرکتش میومد بیرون، رفت سوار ماشین این دختر آرایشگری کیه گیسو شد. شما اصلا دارم اشتباه میکنم، نمیدونم. به مدلشون یه جوری بود که انگار اولین بار نیست دارن همون میبینن. اینش برای من عجیب بود. انسان ول کن، اصلا تو نشنیده بگیر، اصلا نماز شاید میگفتم. ببخش.
کسی که سنگ دله شاید یه روزی مهربون بوده، شکستن اعتمادشو وقتی خیلی جوون بوده. هر اندازه که می جنگه بازم حس می کنه بس نیست، مثل تبید تنهاییش که منتظره هیچ کس نیست. شاید پلای برگشت و خودش اندن خراب کرده، هزار بار با سفید باخته، سیاه انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بد جوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتش رو نبخشیده. اگه بیرحم تو حرفاش، اگه مهگیر و مرموزه تو چشماش، شب تو شب یه جنگل داره میسوزه، بازم فرارش از اینه که معلوم نشه غمگینه. اونقدر بهش دروغ گفتم به عاشقانه بدبینه. شاید برگشت خودش اندن خراب کرده، هزار بار با سفید باخته، سیاه انتخاب کرده. شاید به هر کی دل بسته ازش بد جوری رنجیده، کسی که سنگ دلش شاید گذشتش رو نبخشیده.